علی‌رغم سرکوب‌ها، بازداشت‌ها و حتی کشته شدن معترضان جوان و کودک، چه در مدرسه چه در خیابان، اما اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی همچنان در ایران گسترده و ادامه داره. موضوعی که با سعید پیوندی به گفتگو می‌ذاریم، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه. آقای پیوندی، دانش آموزان و دانشجویان نسل جوان ایران تبدیل شدن به یکی از مصمم‌ترین و شجاع‌ترین معترضان در اعتراضات سراسری این روزها در ایران. چه شد که نسلی که جمهوری اسلامی می‌خواست مطیع و انقلابی بار بیاره، مخالف ایدئولوژی‌های حاکمیت بار اومد؟ بله، در حقیقت از نظر جامعه شناسی این پرسش خیلی مهمه، چون همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردین، ما یه نظام آموزشی داریم که به شدت ایدئولوژیکه و تمام دستگاه‌های فرهنگی ما در خدمت اسلامی کردن فرهنگ، اسلامی کردن در واقع جامعه و هنجارهای اجتماعی هستند، و مدرسه در واقع میشه گفتش که اون دستگاه اصلی تبلیغاتی حکومت هستش. حدود یک سوم زبان آموزشی به طرف تبلیغات حکومتی میشه، نیمی از کتاب‌های درسی تا دوره راهنمایی کتاب‌های تبلیغاتی هستند برای حکومت، و همینطور در سال بیش از 100 مراسم دینی و سیاسی و ایدئولوژیک در مدارس برگزار میشه. ولی با وجود این در واقع تبلیغات غلیظ ایدئولوژیک و تلاش برای شستشوی مغزی و تأثیرگذاری بر روی دانش آموزا، ولی این نسل، نسلهای قبل مقاومت میکردن، ولی این مقاومت خب خیلی خاموشتر بود، حاشیه‌ای‌تر بود، مقاومتی بود که از طریق رفتارهای متفاوت با اون چی که حکومت در نظر داشت بیشتر خودش رو نشون میداد، و اشکال مختلف مقاومتی که نسلهای پیشین یعنی دو نسل قبلی انجام دادن. ولی این نسل به نظر میرسه که به شورش مستقیم علیه این ایدئولوژی حکومت و فرهنگ حکومتی در واقع برخواسته، و میشه گفتش که یکی از اصیل‌ترین مبارزات مدنی دهه‌های اخیر نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا را به وجود آورده. یعنی خیلی کم شما در دنیا میبینید که دانش آموزان دبیرستانی 15-16 ساله ها 17 ساله ها با این شور و هیجان و با این درجه از آگاهی و وجدان اجتماعی در خیابون ها با وجود همه خطراتی که وجود داره علیه فرهنگ حکومتی فریاد بکشن و خواستار آزادی بشن و برای دموکراسی و رهایی کشورشون در حقیقت مبارزه بکنن. آقای پیوندی، اشاره کردید به تلاش برای شستشوی مغزی و اشاره مستقیمی داشتیم به شورش مستقیم دانش آموزی در مقابل خواست حکومت. از اینکه به هر حال کتابا رو عوض کردن، مراسم دینی میذارن در مدارس در طول این 14 دهه، پس این نسل این نگاه انقلابی و معترض رو از کجا یاد گرفته با اینکه تحت آموزش دینی بوده؟ این پرسش خیلی مهمه. در حقیقت ما میتونیم بگیم که ما در ایران هم شاهد این بودیم که بچه ها از طریق تجربه های خودشون، از طریق فرهنگی که در جامعه ایران به طور غیر رسمی وجود داشت، درسته که در رادیو تلویزیون نبود ولی در جاهای دیگه بود، در بیرون از نظام آموزشی وجود داشت، و همینطور از طریق ارتباط با دنیا و همینطور به خصوص در واکنش به روش‌های آمرانه‌ای که در مدرسه برای اسلامی کردن بچه‌ها و فرهنگ بچه‌ها استفاده می‌شد، به صورت واکنشی در حقیقت در مقابل این مدرسه شورش کردند. میشه گفت هم با دنیا ارتباط داشتن، هم با ایران غیر اسلامی غیر حکومتی، و هم از طریق تجربه‌های روزمره خودشون و خانواده‌هاشون تونستن در حقیقت این فرهنگ جدید خودشون رو به وجود بیارن، فرهنگی که امروز درست به یک فرهنگ آلترناتیو در مقابل حکومت تبدیل شده. یعنی اگه حکومت ما حکومتیه که فرهنگ مرگ زده، سوگوار، دشمن، همش حرف دشمن میزنه و همش در فکر دشمنی با این و اونه و چیزی خبری از آزادی و آزادگی درش نیست، این بچه ها فریادشون آزادی 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 هست، زن زندگی آزادی هست، و اینا در واقع میشه گفتش که از این نظر یکی از اصیل ترین جنبش های مدنی که ما تا امروز در بین نسل جوان در ایران و کشورهای دیگه دیدیم.
آیه پیوندی، جمهوری اسلامی نه تنها در اعتراض و در مدرسه و خیابان کودکان یا همون دانش آموزان رو بازداشت میکنه که به خونهشون هم هجوم میبره و اونها رو بازداشت میکنه. این حکومت به دنبال چیست؟ با اینکه تفسیر درستی از کودک نداره، ما میبینیم که از کودکان در اول انقلاب استفاده میکنه، در جنگ استفاده میکنه، همین الان در سرکوب استفاده میکنه. از چه میترسه؟ به دنبال چیست؟ به میدان اومدن حدود 6 میلیون دانش آموز دبیرستانی و حدود 3 میلیون دانشجو که با خانواده ها و اطرافیانشون حدود نیمی از جمعیت در حقیقت ایران رو تشکیل میدن، میشه گفتش که برای حکومت یک کابوس واقعیه. یعنی حکومت از طریق شورش نسل جوانش بیش از شاید بقیه گروه اجتماعی مشروعیتش از دست میده، چه در نزد مردمان ایران و چه در نزد جهانیان، برای اینکه یک حکومتی که نتونه در واقع در مقابل نسل جوانش از مقبولیت برخوردار باشه و به شدت در واقع بین او و نسل جوانش بی‌اعتمادی وجود داشته باشه و نسل جوانش علیه شورش بکنه، این نشون میده که این حکومت هیچ آینده‌ای نداره و این پیام نمادینه این بچه های جوان است که حکومت رو به وحشت میندازه و نیروی واقعی که این بچه ها دارن. شما شهامتی که این بچه ها در طول 7-8 هفته اخیر از خودشون نشون دادن با وجود همه تهدیدها، اتمام حجتها، سرکوبها، اصلا بی نظیره. یعنی شما نسلی به این مصممی، نسلی که میخواد میگه من میجنگم، میمیرم، کشورمو پس میگیرم، شما از این در واقع نیرو عظیمتر میتونید در وجدان عمومی پیدا بکنید و شوربختی اونا اینه که در مقابل حاکمیتی قرار دارن که شاید هیچ وقت شادی نکرده، به معنی واقعی کنسرت نرفته، به سینما نرفته، عاشق نشده، جشن تولد نگرفته و نرقصیده و جوونا عاشق زندگی و عاشق این چیزها هستن و این تضاد و در واقع تنشی هم که امروز در قلب جامعه ایران وجود داره، میشه گفتش که نمونه یک جنگ فرهنگیه که بین نسلهای جوان و حکومتشون درگیره. آقای پیوندی، به جنگ فرهنگی اشاره کردید. همین روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که با دانش آموزانی که بازداشت کردن حتی نمیتونن صحبت کنن چون زبان همدیگر رو نمیفهمند. سعید پیوندی همراه ما بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه.